من تصویرم همه رو دارم. خدا رو شد. من ندارم ات. من تو رو ندارم. وای من هلو لشکون وای دیگه بعد من. اینقدر شاد همین آره که اینقدر آسانسوری دیشب خیلی میزنید و دلیل میرید و پایین دیشب میرید اصلا نت در بیار بود برای من. پیجا همه بالا داشت. خوبه خوبه خدا رو شد. آره خلاصه امشب اینترنت افتضاح شده چند وقته، حالا به چه دلیل معلوم نیست، اینجوری هی قطع میشه هی قطع میشه. آره یه چیزی خانم نادیات بگم در مورد بانو چینا و فرزاد، این دوتا زوج خیلی شیطون و خیلی بانمک و خیلی با جنبه هستن. هرچی تو لایو شوخیه میگم، جدی نگیر. نه عشقم آریان جان، آمنده تو لایف آمنده رو به جام هم بیار بالا عشقم، چون گامم میخواد بیاد بالا. باش حالا اینکه بگم میان مرداد کیه؟ آمنده آمنده مگه مرداد کیه؟ آره چون هی داره قطع میشه جا به جا کنم چشونم میاد. آره فهمیدی نادیا جون، یکم چون اینا خب همه میشناسن ده 15 سال با هم، خیلی شوخن، یه چیزی تو لایف میگن مثلا میگم زیاد جدی نگیر. نه عشقم ببین، من چون که خودم پلنگ هستم 40 سالمه، حرف در اومد واسه من که من دنبال شوهرها مردم هستم و درسته من خیلی کیر تشنه هستم چون که واقعا نداشتم که دختر شدم، ولی اینقدر تشنه نیستم که برم دنبال یه شوهر یه خانومی یه بانوی خواهر خودم هم جنس خودم و آسخایی میکنم و اون گنده گذاره خدا بیا مرزتش که همچین حرفی واسه من در میارم. مرسی. نه اینطور دیگه چه خبره؟ موهای چقدر بهت موی صاف میاد، همیشه استریت کن. مرسی خوب شدم. Thank you. آره فر اصلا بهت نمیاد چون صورتت طول و قشنگه، استریت همیشه صاف کن با تو. مرسی. آره خیلی بهت میاد. و مشکی چقدر بهت میاد؟ Black is good on you. مشکی واقعا؟ Black این خیلی بهت میاد. رنگ مش. مرسی. آره آدم میترسن آدم بگه سیاه مثلا دوباره اینجا مثلا، بعد خیلی سیاه بهت میاد. و یک بار چرا موهات مشکی نمی کنی؟ من فکر کنم همین دارم یه مو مشکی نمیتونم، عشقم بدم نمیاد، ولی اخلاق هم چون که فان هستم مثلا مهربون هستم و گرمم نازم عشق میارم، گفتم بور به هم میاد، ولی سیاه هم بد نیست. ولی میتونی تو کشم مش سیاه باشی میگم مثلا بد جنسه یا خیلی مثلا خشنه و اخلاق من چون روشن اینجوریه نمیدونم، گفتم حالا شما رو نمیگم شما خیلی خوبین ولی نه برعکس برای توی که اینقدر معصوم و مهربونی. ببخش همه چی رو برعکس گفتی، کسایی که میگم بلون میکنن خیلی ذاتشون خرابه. نه بانو تینا عشقم آریا من یه آسانسور بزنم بچه ها شاید هم منو داشته باشه هم من همه رو. باش خانم نهی باز نه ولش کن همیشه با گوشی فرزاد نگاه کن مثلا این که نگاه میکنم گفتم شاید درست بشه برای فکر کن این موامه بمیاد واقعا شبیه خیلی شبیه شهره ای. آره بهش میاد. آره همه چی بهش میاد. میدونی صورتش سگرگ بهش میگن، همچون صورتهایی که جذابن سگرگ میگن، همه چی بهشون میاد. ابیشین دیدی همه چی به من میاد. خیلی تو پرفکتی. آقا یه تاش شما هم به من میاین. من یک سوالی بانو تینا، چرا بین پسرها برای دخترها دعوا نمیکنن ولی همه زنها به خاطر یک مرد همه چیشون رو میذارن؟ مگه مثلا چه قانونیه بین اینا که مردا مهم؟ ببخشید اینو میگم، الان یک مرد دوست دخترش رو میاره، 10 تا دوستش هم میاره، میگه بچه ها یه سفره پنه بیا همه با هم بخوریم، ولی یک دختر هیچ وقت این شیر نمیکنه دوست پسرش، یا حالا حتی برای یک بارم که بخواد با طرف باشه شیر نمیکنه، میگه نه مال منه. جریان چی؟ سوال به جا و قشنگی بود و واقعا به نظر من راجبش باید صحبت بشه و هر کسی نظرش رو بگه در این باره.
به نظر من به خاطر اینکه همونطور که توی رابطه جنسی لذت زن خیلی بیشتر از یک مرده، احساساتش هم به همون شکله. نظر من اینه. برای همین نمیتونه اینو با کسی تقسیمش کنه. حالا هر کسی هر نظری داره میتونه بده. شاید یه سری چیزا باشه که ما اطلاع نداریم، از تجربیاتشون استفاده کنیم. ولی خیلی سخته واقعا این موضوع. بعد پسرها اصلا اون چیز ذهنیشون اون با نیم کره چپ مغزشون فکر میکنن، اینا راست فکر میکنن و داستانایی داره برای خودش از این جهت. به نظر من خوبه کسایی که اینجوری هستن نظرشون رو بگن، ببینن داستان چیه، چرا شعر نمیکنین. آخه چون مثلا الان شخص خودم، مثلا حالا نادیه تو نظرتو بده بعد من میگم. من خودم فرزاد رو راحت شیر میکنم با همه پاش بیفته، ولی مثلا اینجوری نیستم. اینجوری نیست. الان بگم فرزاد برو کاری بکن، مثلا یه جا توی جمع نشستیم بارها شده دخترای ترنس بودن مثلا میخواستن عملاشون رو نشون بدن، گفتم فرزاد دوست داری ببین من مشکلی ندارم، یا مثلا هرچی شوخی هم باش میکنن میگم اگه راحتی انجام بدین مشکلی نیست، چون خودم حضور دارم، دارم میبینم، مدیریت میکنم همه چیزو. اوکی نادیه تو نظرت چیه؟ آثار چی بود؟ من سوالم اینه که چرا مثلا بین خانوم ها، چرا آقایون براشون مهم نیستش که مثلا برای دختر خیلی براشون، مثلا برای دختر خیلی براشون مهم نیست که بخواد به خاطر دختر خانوادش و دوستاش و همه رو بذاره کنار، ولی چرا برای دخترها اینقدر مهمه؟ به خاطر یه مرد رفیق نمیدونم 10 سالش و مادرش و خواهرش و همه دوستاشو میذاره کنار. این میخواستم تو نظرت چیه؟ خب از نظر علمی مثلا ببخشید بی‌ادبی نباشه، یه مردی میتونه مثلا چند 10 نفر رو حامل بکنه تو مثلا یه هفته، درسته؟ ولی یه زن میتونه تو یه سال فقط حامله باشه. نه از نظر علمی من فکر میکنم خانوما بیشتر نیاز دارن به یه مرد، ولی مردا چون که خیلی از نظر علمی همه جا میخوام من ارضا بشنم تو هر سوراخی بکنن، واسه مهم نیست آها این رفیتون دیگه، ولی یه خانومی یه مردی به چشمش بیاد واقعا اونو میخواد که مثلا بغلش بمونه. مثلا یه زنی که یه سال حامله میشه بچه‌ش هم بزرگ میکنه با اون مرد دیگه بسته میشه، میتونه از نظر روحی. ولی مردا نه، هر سوراخی باشه شطور دیوار کس کن میذارن توش دیگه، و این خب معلومه دیگه واسه شون مهم نیست. یا دختر چون که یه سوراخی از دست میدن میرن سمت یه سوراخ دیگه، ولی خانم نه، خانم یه دودول بیا سمتش واقعا احترامش میذاره به واسهش میجنگه، خانم واسه دودول میجنگه ابی نظرش چیه؟ یه بار دیگه سوالو بگو. من چند بار تکرار کنم سوالو؟ یه بار به تینا بگم، یه بار به نادیا بگم، یه بار به تو بگم، یه بار دیگه بگو. آره یه بار دیگه تو حواست لایک نیست؟ به طور خلاصه حواسم به کامنت ها بود. حالا ابی تو من به طور خلاصه ابی هم نسبت به ما زن شده میشینه رو کامنت ها زوم میکنه بلاک کنه، بل کن دیگه ما کشیدیم. نه 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 دارم نگاه میکنم که دارم بچه‌ها دیگه تبریک میگم و هر سوالی دارن. آره بچه‌ها کی میخواد تبریک بگه بره تو لایو خودش دیگه، اینجا لایو تبریک نیست، اعصاب منو رو نرین دیگه، رو اعصاب من. بگو به طور خلاصه سوالتو بپرس. هر کی بچه میخواد تبریک بگه لایو بعدی یه بشینی شب تا صبحش تبریک بگید، یه تو دایرکت اینجا تبریک نگه دیگه. نگاه از بس که تبریک گفتید بچه ذهنش درگیر شد نفهمید من چه سوالی پرسیدم. به نام خدا نظری ندارم. بگو دیگه. اوکی سوال من این بود که چرا خانوما اینقدر رو آقایون حساسن، جبهه میگیرن به خاطر یک آقا، دوستا و فامیل و همه چیشون رو میذارن کنار، ولی یک مرد خیلی ریلکسه و براش مهم نیستش. یه دوست دخترش هم شاید مثلا توی یه جمع با 1000 نفر شیر کنه، اصلا براش هم مهم نیست که آقا مثلا چی شده، ولی یک زن نمیتونه. میگم چه فرقی بین این هست؟ نه مرد، نه کی گفته مرد، اینجوری هم داریم که 100 برابر دختره، همه جا جار میزنه که میگه عشق منه، این زندگی منه. اصلا ما در مورد اکثریت داریم صحبت میکنیم، نه اینکه یک نفر اکثریت. اکثریت تا فکر کرد یک نفر، خیلی هستن از این پسر اینجوری هستن، خیلی هستن اینجوری هستن.
ولی دیگه بفتری ببین هر چیز رابطه، اول اینکه اینجوری هر چیز رابطه تخمین سکته تر باشه. پسرها اینجوری به وقتی میری خونه یکی از کمد میاد، یکی از بال پشت بوم، یکی از دستشویی. بابا قرار نیست هر نخاله ای رو بگید که آره دیگه پسرها اینجوری هم. ببخشید حالا خیلی هم دختر بد داریم هم پسر رو بد داریم، ولی دو پسر اینجوری هم داریم متحد باشه. من اصلا سوال من نفهمید من چی گفتم. دمت گرم. تو درست بابا خودتو اصلا داری میگی، من خودتو داری میگی اگر دختر تولد مبارک همی برزه ای اصلا فرده من چی میدونی چی میگه ای برو تو کامنت ها رو جواب بده تبیر. هر کی بهش کامنت بذاره من بلاکش میکنم، چون بچه ذهنش تو لایو نیست، سوالای ما رو اصلا نفهمید. بچه تبریک رنگ سوال رو نفهمید من چی گفتم. خب یه بار دیگه بگو. نه بلش کن تو نفهمیدی من چی گفتم دیگه. آره ولی این یک واقعیت دیگه. حالا من اونه که بانو نادیا گفتش که آره یک زن میتونه راست میگه، یک زن بانو تینا میتونه تا آخر عمرش با یک مرد بمونه، ولی یک مرد تو فرشته هم جلوش بذاری ولی بازم چشش دنبال یکی دیگه است، چون این ذات مرده و هیچ وقت تغییر نمی کنه. آره واقعا راست میگه. من واقعا اعتقاد دارم. آره. من یک اعتقاد دارم یک زن تو بدترین شرایط، تو بدترین شرایط میتونه خودشو کنترل کنه چون عزت نفس داره، ولی یک مرد نمیتونه خودشو کنترل کنه. میدونی چیه خاطر؟ یه زن تو هزار شرایط بدن باشه میتونه کار اشتباهی نکنه چون میفهمه، ولی یک مرد نه نمیتونه. و این بود دیگه. ولی خب این مقداری هم که دخترها اینقدر دیگه، ولی خب مردا همیشه زندگی راحت تری دارم. همیشه آرزوم بود که یه مرد باشم، از اینی که مثلا یک جنس مخالف باشم، این همه آدم بلند شه، روتین پوستی داشته باشه. الان نادیا ببین از خواب بیدار میشه دو سه ساعت طول میشه موهاشو اوتو بکنه، آرایش کنه، لباس میشه. یه مرد چی؟ با یه رکابی، با یه شلوارک، صورت یه آب میزنه، کثیف، مسیف، چتل، میاد تو لایف. خب بیا یک زن میتونه یک زن بلند پوستی شیف کنه. مردی مرد با مو زیباس با همه چی هم شروع کرده کسی میادم یه به بچه مردی، ولی یک زن خدا نکنه تو لایف بشینه یه ذره موهاش مشکل داشته باشه، یک لکه رو بدنش باشه، نمیدونم رو صورتش چی باشه، اه این زنه چرا اینجوریه، به خودت برس. میدونی؟ دقیقاً. واقعا زندگی راحتی دارم. بعد مثلا میگم مثلا ما دوست داشتیم، کاش من مرد بودم، همه میگم خب مرد بودی چرا تغییر جنسیت دادی. وا اون چه مردیه که خودش دنبال یه مرد دیگه بود. آره مرد یعنی یک مرد استریتی که ببخشید مثلا کامل احساسات مرد باشه قشنگ والله بی علی بی راحت با یه رکابی نشسته با یه من ریش و اینا یه تیل هم میزنه سرش تموم. ما بعد به خدا آرای اولا کرم آبرسان زیرش، ضد آفتاب روش، پنکیک روش، رژ گونه این ورش، رژ لب این ورش، سایه چش اون ورش، ریمر این ورش، خچشش اون ورش، ماهو شونه کن، نمیدونم سوتیانو بزن، پیرانو روش بپوش، نمیدونم چیز بکن. بابا خسته شدی. تش هم میاد صد تا حرف وارو میکنن. آره هنوز اون اتوره، این اتوره هنوز فلان بیسار. اصلا ربطی به زیبایی و این دنگل بساد نیست. خب تو اعتماد به نفس داشته باش هم کافیه. نیازی نیست ساعت سه شب این همه به خودت برسی که. ببین خود آریان باش آریان الان از 8 سال پیش تا الان همین شکلی که برای خودش همیشه نیتزدی میکشه به موهاش همین شکلی بوده که بود. من راحتم نشستم توی لایف هنوز مردونه ای، نشستنت مردونه است، نم فلان. بابا خود دیگه بذار حال راحت و مشتی هم که میشینی یا یه لقمه راحت میخوای گلوت پایین بره هنوز وجودت مردونگی موج میزنه، هنوز نشستنت مردونه است، هنوز خوش، هنوز قیافت مردونه است، نمچی هر یعنی... کاری کنی بازم مردی اینجوری. آفرین
ببین هر کاری کنی بازم من به این حرفای منفی اصلا توجه نکن. به این حرف اصلا توجه نکن، به مسیرت نگاه کن. اگر به اینا نگاه بکنی لطمه میخوره تو زندگی. نه خب من مهم نیم، ولی خب میگم یه جایی هم آسیب میخوری از لحاظ روحی، واقعا آسیب میخوری تو، نکن. چی بهش میگه؟ یک چی بهش میگه بانو تینا؟ یک ماها که خانومیم درست لباس بپوش، اینجامون نزنه بیرون، یک سینمون نزنه بیرون، چاک سینمون دیر نشه، چقدر فیلتر، چقدر مثلا مراقب بدنمون باشیم. ولی مرد چی؟ نه شورت هم نمیپوشه، با یک شلوار روخونی میاد دین 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 این سپاش را میره باش، میدونی راحت، کسی نمیگه بده. حالا زنا خدا نکنه یه ذره جاش یه مو داشته باشه، شیف کن کثیف، به خودت برس خاک تو سره. تو زنی میدونی مرد خدای مو باشه، به به چه مردی، به به. این همه حرفا همیشه هست دیگه. بعد این از این، امروز میخوام در مورد سایز صحبت کنم. Today I'm going to talk about the size. نادیا جون جان من امروز در مورد امروز میخوام در مورد سایز صحبت کنم که سایز چقدر مهمه بچه ها. من خب شما میدونید باسن من کوچیکه، سوراخ منم کوچیکه، من منی سایزم، یعنی من هر سایزی برام مناسبه، بگی 14 15 16 17، حالا بزرگم باشه بهتر. ولی میخوام امروز یک تجربه شخصی رو بهتون بگم بچه ها، دختر خانمایی که تو لایو بید یا آقایونی که تو لایو بید. من تازگی ها یه آقای اومد تو زندگیم، این سایزش خیلی بزرگ بود و وقتی با این هم بستر شدم و دیگه الان سایزای کوچیک اصلا تو چشم نمید و دیگه اصلا ارضا نمیشم با نتینه، دیگه اصلا ارضا نمیشم و این تاثیر بعدش رو من گذاشته. منی که با سایز 14 15 مرد اینقدر لذت می بردم و حال می کردم، همون تینیجر، همون طفل، همون نو نهال، الان زیر 25 دیگه نمی تونه بردار و هیچ حسی نداره. آره ببین این اتفاق قطعا رخ میده، وقتی سایز تغییر کنه لذت جنسی هم باهاش همزمان تغییر میکنه. خب چون تو دیگه بدنت به اون سایز عادت میکنه، لذتش رو دریافت میکنه و هر چیزی که دیگه مثلا برگرده به سایز کمتر دیگه اون رو تو واقعا قطعا جواب نمیده دیگه، قطعا دیگه جواب نمیده. این تو هر چیزی اتفاق تو هر موردی که این چیزایی میشه مشابه پیدا کرد، حالا سایز یه نمونه است به عنوان نمونه، ولی تو هر چیزی این چیز امکان پذیره. آره تو غذا میتونه باشه، من سعی میکنم که همیشه تو غذا مثلا تو خونم تخم مرغ بخورم، نون و پنیر بخورم، چون میترسم اگر یک روز من یک کوبیده بخورم، یک قرمه بخورم، نمیدونم یک غذای خوب بخورم، فردا دیگه اون تخم مرغ دیگه به من مزه نمیده. آره دیگه اینم هست، اون همه چی هست. نادیا نظر شما در مورد سایز چیه؟ چون من تجربه رو داشتم و الان دچار یک چیز شدم، افسردگی شدم که الان خب چون معمولا اگر حساب کنی آقایون، همه آقایون سایزاشون متوسطه، ما شاید از 10 تا آقا که بیاریم یه دونش سایزش خوب باشه، بشه اون که سایزش خوبه قسمت ما نمیشه 100%، چون من خودم یک جنس سومم، جنس اول مرد، دو بعد جنس ما میشه وقتی مثلا میگم برای من نمیرسه. بعد ببخشید تو زمانی که ما داریم زندگی میکنیم، ببخشید توی هر یه دونه پسر به دنیا میاد 6 تا دختر، بعد از این پسرام که ببخشید تو 10 تا یه پسره، اونام همش دارن ترنس و گی و این و این میشن، خب مرد نمونده دیگه، من هیچ شانسی نمیبینم برای خودم که بتونم اون سایز بزرگرا چیز کنم. از 10 تا پسر که به دنیا میان الان 8 تاش داره ترنس و گی میشه. آره خواهر من یکم برعکس شما هستم، من تازه مدام تو کار کنم و میدونی من خب تازه دختر شدم، هنوز تو کنم نذاشتم که دختر بودم، ولی
نه وقتی میگه وقتی شما حرف بزن من دارم میخندم به کامنت بگو. آقای تاش احترام بذار بسا این حرفا. مرسی بفرمایید. ببخشید آریان جان. و من تازه مرسی من تازه من تو کار کن و یه چیزی بگم خواهر. من الان سه روز گرایندر دارم. گرایندر میدونی چی هست؟ از این اپا خواهرشم دنبال من پشمات میریزه همه شون هم بلند خوش. مثلا تو سه روز 1500 تا پیام گرفته تو گرایندر پر دنبال من. بعد همه کیرایی کنه گفتن خدا ببین من چقدر بدشانسم. مثلا من میخوام مثلا اولین بار که دخترش دارم کون بدم چرا اینقدر کیر گنده بیاد سمت من میدونی؟ چرا یه چیزی کوچکتر مثلا من رو گرم بکنه. و من چون که خیلی تو کارا کیری like نبودم like دارم یاد میگیرم ولی انشالله که سوراخم like شل شد like بیشتر لذتش میبرم. و مرسی. یعنی بانو نادیا شما از زمانی که تو الان چند وقت هورمون یوز میکنید؟ 4 نزدیک 5 ماه. شما الان این 5 ماهی که یعنی ترانسفر کردید تو خانوم بودن و هورمون میخورید رابطه نداشتید؟ با کیر نه متاسفانه با آقا نداشتید رابطه.